و مجموعه خبری ساعت ده خوش آمدید. سرخط خبرها: آتش شعله‌ور جنگ و تکیه بر میل تفنگ. مرکزهای سه ولایت کشور هم اکنون گواه نبردها هستند. طالبان مسلح در اطراف شهر قندوز هنوز هم حضور دارد و نیاز به یک عملیات پیشگیرانه می‌دهد تا باشد که دوباره بالای شهر قندوز طالبان مسلح حمله کنند. سوگنامه بحران افغانستان و خونریزی بی پایان. در یک انفجار در شهر هرات سه سرباز پلیس جان باختند. متاسفانه بر اثر رویداد سه تن از منصوبین پلیس ما شهید میشن، یک تن دیگه زخم برمیداره و همچنان یک فرد ملکی هم زخمی میگرده. شمشیر مجرمان و جنایتکاران بر گلوی پایتخت نشینان. یک نوجوان 17 ساله در نزدیک میدان هوایی کابل با شلیک گلوله کشته شد. فقط یک مریضی قسمتش کرده بود. و ساعت شماری برای برگزاری انتخابات 2020 امریکا. به نام خدا و شب شما بخیر. مرکزهای سه ولایت کشور هم اکنون گواه نبردها هستند. حمله ها و درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان در بخش های از شهرهای لشکرگاه، فیض‌آباد و کندز از چند روز بدین سو ادامه دارند. همزمان با این، مجلس سنا از امریکا می خواهد تا بر بنیاد پیمان امنیتیش با افغانستان تا رسیدن به صلح در برابر این کشور تعهد پایدار داشته باشد. خالد نیکزاد گزارش می دهد. روزهایی که همه انتظار تأمین صلح را دارند، بخش های از کشور در آتش جنگ می سوزد و دامنه نبردها هم از دوردست های ولایت ها بر شماری از شهرهای بزرگ کشور گسترش یافته است. چنانچه هم اکنون در بخش های از شهر لشکرگاه هلمند، فیض‌آباد، بدخشان و نیز مرکز کندز طالبان با نیروهای دولتی درگیر هستند. علت دی جگلی دلت دادی چی اغا سرتیری چی مخ که دلت پدند و گمارل سوی و آقوی اکثریت پوستی بیرچک و چوک و ریلک لیل. طالبای مسلح در اطراف شهر کندوز هنوز هم حضور داره و نیاز به یک عملیات پیشگیرانه میره تا باشه که دوباره بالای شهر کندوز طالبای مسلح حمله نکنه. نزدیک به یک هفته بشه که عملیات از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت بدخشان در منطقه دوابه یفتل بالا آغاز گردیده و تا فعلا هم درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه داره. بر بنیاد آمارهای نهادهای امنیتی در یک شبانه روز اخیر، بخش‌های از 27 ولایت کشور گواهی حمله‌های طالبان و نیز رویدادهای ضد امنیت بودند. هیواد دفاعی امنیتی ځواکونه هم د فعال دفاع په چوکاټ کې د دوی دغه بریدونه دفع او د برید لسګونه پلانونه خونسا کړي چې په پایله کې دښمن ته درانه تلفات اوښتي. در همین حال رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی، افزایش خشونت ها را تلاش برای کسب امتیاز در مذاکرات صلح می داند. به می شود اگر ما پیش بریم، اما مشروعیت نظام ما روز تا روز ضعیف می سازیم، زیر سوال می بریم، ساحات بیشتر از دست می تیم. همزمان با این، مجلس سنا با پخش اعلامیه خروج نیروهای خارجی از افغانستان و نیز ادامه خشونت ها را نگران کننده می داند و تاکید می ورزد که واشنگتن بر بنیاد پیمان امنیتی با کابل باید در برابر امنیت افغانستان متحد بماند. در دې تړون کې دواړه طرف ته مسؤلیتونه شته دي. دې کې واضح مسؤلیت دا ده چې امریکا مکلفه ده چې د افغانستان د نظام د مسلح قوا او تجهیز او ترتیب به تقویه کوي او هغه به حمایت کوي. شهروندان کشور انتظار داشتند تا با آغاز مذاکرات میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان خشونت ها کاهش یابند، اما با گذشت یک و نیم ماه از گشایش این مذاکرات پیشرفتی در آن دیده نمی شود. در همین حال برخورد یک هاون بر ساختمان مقام ولایت کندز 4 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت. یک منبع امنیتی به تولونیوز میگوید که جانباختگان این رویداد نگهبانان والی کندز هستند و زخمیان این رویداد 6 نظامی و 2 غیر نظامی از کارمندان مقام ولایت هستند.
سخنگوی والی کندز میگوید که این هاوان شام امروز هنگامی بر میدان ورزشی مقام ولایت فرود آمد که این سربازان سرگرم بازی والیبال بودند. سخنگوی والی کندز میگوید که هاوان از سوی طالبان شلیک شده است، اما طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته اند. موزیم قربانیان جنگ افغانستان کتاب 350 صفحه‌ای را از روایت‌های خانواده‌های قربانیان جنگ چاپ کرد. در این کتاب زندگی 38 قربانی 4 دهه جنگ بر روایت یکی از اعضای خانواده این قربانیان که بیشتر زنان هستند نوشته شده است. در این کتاب روایت از زن کهنسال از بلخ نیز است که 13 مرد خانواده اش را در یک شب از دست داد. نبیله اشرفی گزارش می دهد. نام ها و تصویر های 5000 قربانی 4 دهه جنگ افغانستان. شمار از این قربانیان تصویر هم ندارند، اما شمار از خانواده ها اشیای بازمانده از عزیزانشان را به این موزیم قربانیان جنگ سپردند. در 9 ماه گذشته قصه 38 قربانی به روایت عضو از خانواده آنان در این کتاب نوشته شده است. یک از اهداف اصلی در واقع این بود که ما رنج قربانیان رو با عموم مردم تقسیم کنیم. یکی از کارهایی که میتونستیم در راستو انجام بدیم چاپ روایت قربانیان بود. در کتاب آن شب هیچ یک از مردان خانواده برنگشتند، قصه ها در 4 فصل، اختطاف، شکنجه و اعدام، انتحار، انفجار و بمبگذاری، اصابت گلوله و برخورد خمپاره ها روایت شدند. کسایی که قصه هایشان اینجا آمده، این قربانی ها هر کدام از اینا جز از تصویرها و نامایی هستند که در این موزیم فعلا وجود دارند. بنابرای اسنادی که بر از اینا رسیده بودند، این مرکز در تلاش ازی شده رفتم اعضای خانوادی از اینا را پیدا کردن و در تلاش ازی شدن که این قصه ها روایت شوه و نوشته شوه و متن تبدل شوه و بیشتر راوی از اینا هم زنان هستند. خوب است که در پهلوی از یک تاریخ شفاهی داریم، تاریخ پادشاهی، یک تاریخ شفاهی از قربانیان جنگ 40 سال 42 سال اخیر افغانستان هم داشته باشیم. اینا برای ما یک تکان نمیتونه برای ما باشد که هر زمان ما اینا رو ببینیم و به یاد کسانی بیفتیم که شاید خیلی حتی بهتر از ما بودن، ارزششان بالاتر از ما بود که این ارزش زنده ماندن داشتن. متاسفانه ما از دست دادیم. مرکز خاطره و گفتگوی افغانستان از سوی مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان 11 سال پیش به هدف روایت جنگ کشور از زبان بازماندگان قربانیان این جنگ ایجاد شده است. در یک انفجار در شهر هرات 3 سرباز پلیس جان باختند و یک پلیس و یک غیر نظامی زخم برداشتند. مقام های امنیتی هرات میگویند که مواد انفجاری در کنار یک پاسگاه پلیس در حوزه 10 امنیتی شهر هرات کارگزاری شده بود و صبح روز یکشنبه منفجر شد. نصیر احمد صالحی از هرات گزارش فرستاده است. انفجار ماین کارگزاری شده در کنار این کانتینر پلیس صبح روز یکشنبه شهر هرات را تکان داد. در این رویداد 3 سرباز پلیس جان باختند. این سرباز پلیس در غم از دست دادن همرزمانش فریاد میکشد. ما نبرادر من اینجا خیلی بودیم، اینجا جام انداخته بودیم، جام جا برام یک دم که انفجار شد دگوز چه پنجره بفتاد داخل صورت برار ما سر از جان بشکست. بعد از اینه که بیدار شدیم دیدیم که بسته همه کلن دلخت و در دروازه و متر و شیشه و همسایه همه بشکست. این انفجار در بخشی از حوزه 10 امنیتی شهر هرات اتفاق افتاده است. پلیس هرات میگوید که این ماین از سوی طالبان در کنار این پاسگاه پلیس کارگزاری شده بود. متاسفانه بر اثر این رویداد 3 تن از منصوبین پلیس ما شهید میشن، یک تن دیگه زخم برمیداره و همچنان یک فرد ملکی هم زخمی میگردد. باشندگان این محل میگن که انفجار بسیار قوی بوده است، طوری که دیده میشه در کنار نابود شدن این پاسگاه پلیس ده ها خانه و دکان در اینجا سخت آسیب دیدند. دیدکونا من خود شما ببینید دیگه مشاهده میکنین که به چه حد رسیده دیدکونا.
انا پستان کو بزلا دسیده هر دکونه اغلن یک لک کلیم یک ریپل سکلو سچخ تا بالای کلیم لک ما سچخ داریم خراب شده داخل گاراژ هم کلان سچخ تخریب شده یک دولت که تامین امنیت خود خور کرده نتونه چته مو تامین امنیت مر بکنه امروز سعی کنیم داخل سچخ ما دادونه سچخ دارم سچخ زرد می یک دونه سوال می هر کدوم یک لک کلیم لک قیمت ازینه سکلو ما هر کدوم 3000 5000 یک لک مون قیمت نه یک سکل ثابت نمونده شورای ولایتی هرات میگوید که به علت کمکاری پلیس و نهادهای استخباراتی پاسگاه‌های پلیس در مرکز شهر هرات زیر تهدید بلند حمله‌های طالبان قرار گرفتند. این بار اول نیست که این پسته مورد هدف دشمن قرار می‌گیره. نیروهای کشوی استخباراتی ما نتونستن که مشخص بسازن که چندین بار ما در این پسته سربازای دلیر ما شهید میشه و ما اگر بگیم که سلنگاری پلیس است این شک نیست. باشندگان هرات از آنچه که افزایش رویدادهای هراس افکنانه در شهر هرات میگویند سخت نگران شدند. آنان میگویند که در کنار چنین انفجارها، قتلهای هدفمند و دزدیهای مسلحانه نیز آرامش را از آنان گرفتند. و در کابل یک نوجوان 17 ساله در نزدیک میدان هوایی کابل با شلیک گلوله کشته شد. خانواده این نوجوان از نهادهای مسئول می‌خواهد که عاملان قتل فرزندشان را شناسایی و بازداشت نمایند. در همین حال پلیس کابل از کاهش رویدادهای جنایی در پایتخت در مقایسه به 2 هفته گذشته سخن می‌زند و می‌گوید که در حال بررسی چگونگی قتل این نوجوان است. انیسا شهید گزارش می دهد. این پدر در سوگ فرزند نوجوانش که دانش آموز مکتب بود بیتابی می کند. انصار 17 ساله عصر روز شنبه هنگامی که با دوستانش در کوچه در منطقه قلعه وکیل ناحیه نهم شهر کابل دیدار داشت به قتل رسید. خانواده این نوجوان می گوید که او با گلوله سلاح کمری کشته شده است و هیچ چیزی از نزد او دزدیده نشده است. فقط یک مرمی قسمتش خورده بود. یک مرمی در سکش خورده بود. جوان بچه 7 ساله بچه بود. اعضای خانواده این نوجوان میگویند که نهادهای مسئول باید چگونگی قتل فرزندشان را پیدا کنند. امو جا یک دکاندار بوده دیگه برازمون معلومه سالو میگه که ما وقتی که چی شده که ما از پیش ازی رفته بودم دیگه بازم سایه که میگه و امو جا استاد بوده دیگه معلوم نیست ولی ما از امی حوزه و دیگه تقاضا داریم که صحیح بررسی شوه. در همین حال پلیس کابل که از بررسی چگونگی این رویداد سخن میزند میگوید که 2 هفته پیش رویدادهای جنایی در پایتخت در یک شبانه روز حتی به 20 رویداد میرسید، اما اکنون این آمارها به 7 تا 3 رویداد در 24 ساعت کاهش یافته است. در 24 ساعت گذشته ما 7 واقعه جرمی را در کابل ثبت کردیم و 17 تن در پیوند به جرایم مختلف جنایی توسط پلیس بازداشت گردیده و رو به کاهش از گراف جرایم جنایی در شهر. افزایش رویدادهای جنایی کابل 2 هفته پیش سبب شدند تا رئیس جمهور مسئولیت تامین امنیت پایتخت را به امرالله صالح معاون نخستش واگذار نماید. تا لحظات دیگر فراگیری تحصیلات عالی در فصل پیری. ادامه خبرها. 5مین دور جشنواره جهانی فیلم های افغانان یا جشنوارگان با نمایش فیلم نامه بر رئیس جمهور و دریای زندگی در شهر سیدنی پایان یافت. جشنوارگان از سوی انجمن فردا هر ساله برگزار می شود و امسال این جشنواره در شهرهای ادلاید و ملبورن استرالیا آغاز شده بود.
یک شهروند 75 ساله کشور با شرکت در آزمون کنکور به یکی از دانشگاه‌های خصوصی راه یافت. غلام نبی میگوید که هیچ گاهی برای درس خواندن دیر نیست و از همین رو وی اکنون فرصت فراگیری تحصیلات عالی را یافته است. این مرد با حل بسیاری از پرسش‌های آزمون کنکور و دانشکده اقتصاد راه یافته است. تا لحظات دیگر، 20 میلیون دلار برای مدیریت آب در حوزه دریایی پنج آمو. باز هم خوش آمدید. بانک توسعه آسیایی نزدیک به 20 میلیون دلار را به یک پروژه مدیریت آب در حوزه دریایی پنج آمو اختصاص داده است. در یک خبرنامه این بانک آمده است که این پروژه به هدف تحکیم سواحل دریاها و فراهم ساختن زمینه ها برای آبیاری بیش از 27 هزار هکتار زمین عملی می شود. اداره ملی تنظیم امور آب می گوید که باشندگان 9 ولایت کشور از عملی سازی این پروژه بهره‌مند خواهند شد. حیدرشاه امید گزارش می دهد. گسترش ساحات جنگل‌ها، ساخت آبراها و دیوارهای استنادی بخش‌ها هستند که زیر پوشش پروژه حوزه دریایی پنجامو قرار خواهند گرفت. بانک توسعه آسیایی این پروژه را که از سوی اداره ملی تنظیم امور آب عملی می شود، در کاهش اثرهای منفی ویروس کرونا بر اقتصاد شهروندان کشور مهم گفته است. دغه پیسې به د اوبو مدیریت او کرنیزو محصولاتو لوړولو په برخه کې د هیواد په 9 ولایتونو چې عبارت دي بغلان، بدخشان، کندوز، بامیان، تخار، پنشیر، پروان، میدان وردګ ولایتونو کې د چک ډیمز پروژو په برخه کې مصرف کیږي. این پروژه حوزه دریایی پنجامو 4 سال پیش راه اندازی شد، اما انتقادهای وجود دارند که در بخشهای از جمله ولایت‌های کندوز، تخار و بدخشان به گونه لازم کار در این بخش انجام نشده است. سواحلی که مربوط افغانستان است مبالغ بسیار هنگفت و وافر تخصیص داده شد، بودجه اخص شد، اما کار لازم و مطلوبی که بتانه جلو سیلاب ها را بگیره، جلو نفوذ آب روی مزارع یا زمین های زراعتی بگیره، متاسفانه تا هنوز اعمال نشده. بانک توسعه آسیایی بار نخست در سال 2016 میلادی 26 میلیون دلار به این پروژه اختصاص داد. این پول ها بخش از 879 میلیون دلار کمک های این بانک برای کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه روستاها در افغانستان در 19 سال پسین است. تا لحظات دیگر، زخمی شدن یک کشش در ادامه خشونت ها در برابر شهروندان فرانسه. ادامه خبرها، دو روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا مانده است. دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات آخرین تلاش هایشان را برای جلب رای دهندگان بیشتر انجام می دهند. ورود باراک اوباما به روزهای پایانی پیکارهای انتخاباتی جو بایدن و دفاع دونالد ترامپ از عملکرد 4 سالش و هراسانیدن مردم از برنامه های اقتصادی و محیط زیستی بایدن از مهمترین رویدادهای پیکارهای انتخاباتی امریکا بودند. بر بنیاد برآورد مقامهای امریکایی، تا 160 میلیون تن از شهروندان امریکا واجد شرایط رایدهی هستند و از این میان بیش از 85 میلیون تن به گونه پستی یا با کارگیری از حق رایدهی زود هنگام رای داده اند. محمد احمدی، خبرنگار تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن با ماست و درباره آخرین تحولات انتخاباتی در امریکا از ایشان میپرسیم. آقای احمدی، خیلی خوش آمدید. تازه های انتخاباتی آنجا در امریکا چی هستند؟ سلام به شما همکار عزیز و بیننده های گرامی تلویزیون چولو.
خب فقط دو روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده. شما هم فرمودین شدت برگزاری کمپین های دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه بر روی ایالت های بسیار کلیدی و مهم هست که عمدتا در شرق و غرب آمریکا هست. رئیس جمهور ترامپ امروز به 5 ایالت سفر میکنه. ایالت هایی هستن که جو بایدن در انتخابات یا به عبارت دیگر نامزد حزب دموکرات در انتخابات قبلی آرای بیشتر را کسب کرده بود و در اونجا برنده شده بود و تلاش داره آقای ترامپ که آرای اونا را با کمپینی که میکنه به دست بیاره. در این حال قرار است که جو بایدن از حزب دموکرات در ایالت پنسیلوانیا که مرکز حامی جمهوری خواه ها و آقای ترامپ هست در اونجا حضور پیدا بکنم و صحبت بکنم. مسائل مختلف مطرح میکنن. آخرین روزها هست، هر دو تلاش دارن تا ای که تغییرات را به وجود بیارن. قسمی که در روزهای گذشته هم شاهد بودیم، یکی از تغییرات در ایالت جنوبی آمریکا در تگزاس بود که بیشتر مرکز حمایت جمهوری خواه بوده، اما در اواخر از لحاظ نظرسنجی های غیر رسمی که نشر شده حزب دموکرات و آقای بایدن ظاهرا فیصدی بالاتری را در اونجا به دست آورده، اما هنوز معلوم نیست تا روز انتخابات. و مطلب دیگه هست، مسئله حضور مسلمان ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. 3 میلیون مسلمان در آمریکا هست و قرار است که از میان 78% ثبت نام واجد شرایط تعداد زیادشان شرکت بکنند. سپاسگزار آقای احمدی. ظاهرا آخرین سفرهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ایالت ها باشه، اگر هست بگوین، و این که رای دهی پستی، شمار زیادی از رای دهندگان به گونه پستی و از زود هنگام رای دادن، این مسئله آیا بر اعلام نتیجه انتخابات تأثیر گذار میتونه باشه؟ بله؟ بله، از مجموع تعداد بیش از 100 میلیون واجد شرایط آمریکایی در انتخابات 92 میلیون نفرشان پیش از رسیدن به انتخابات تا به حال رأی دادن، چه از لحاظ غیر حضوری و یا که به صندوق ها ریختن و یا از طریق پست فرستادن. نکته مهمی رو شما اشاره کردین، شمارش ای آرا بر اعلام نتایج انتخابات که همیشه از امریکا بلافاصله چند ساعت بعد از ختم صندوق ها اعلام می شد، احتمال می ته که به چندین روز طول بکشه. سپاسگزار. هم در سخنرانی خودش گفته بود که احتمالا چندین روز. سپاسگزار از شما آقای محمد احمدی، خبرنگار تلویزیون آشنا صدای امریکا که از واشنگتن با ما بودید، و سپاسگزار از شماهایی که با این مجموعه خبری بودید. شب بر همه شما خوش.